آی فرنو، از جشنواره برلین به ما بگید، از حضور ایفما و سینمای مستقل ایران در برلین و همچنین دستاوردهای سینمای مستقل در دیگر جشنواره بین‌المللی در ماه‌های اخیر. این سوال خیلی پاسخ طولانی داره، چند تا سوال درش نهفته است. جشنواره برلین جشنواره برلین بود، مثل سالهای دیگه با همون میتونم بگم شکوه، نظم و ترکیب متفاوتی از فیلم ها در بخش های متفاوت جشنواره که واقعا جای تحسین داره. یعنی جوری که تیم مدیریتی برلین و گروه زیادی که باهاش همکاری میکنن به هماهنگی رسیدن، فکر میکنن، ایده دارن و این به اصطلاح تنوع موضوعی، تنوع داستانی و اینکه اینو چجوری در قسمت‌های مختلف قرار بدن و به یک منطق و به یک هماهنگی بسیار بسیار خوبی رسیدن. خب بیشتر این نکتهش اینه که امسال سال آخر مدیریت کارلوه و بعد ببینیم از سال دیگه روند جشنواره برلین چقدر با تغییر مدیریت عوض میشه، چقدر مبناهای اصلی تفکرشون جابجا خواهد شد. ولی به هر حال با توجه به وضعیت فکری حاکم بر جامعه برلین به عنوان یک شهر واقعا جهانی، شهری که از همه کشورهای دنیا درش حضور دارند و به یک نوعی پیشرو افکار مدرن و مترقیه، نمیتونه این حرکت حرکتی به عقب باشه، به احتمال قوی حرکتی به جلو خواهد بود. برای حضور ایران، خب به عنوان سینمای مستقل ایران، حالا یک بخشش حضور قانون فیلمسازان مستقل ایران بود که برای دومین بار در برلین حضور پیدا می کرد، ولی امسال نگرشش نمیتونم بگم تغییر کرده بود، نگرشش همی پیشتر رفته بود. خب شرایط زمانی هم عوض شده، ما سال پیش ناچار بودیم و میباید از آن چیزی که در خیابانها و سر مردم ما میگذرد بیش از هر چیزی صحبت میکردیم و اون رو نشون میدادیم و شرایط حادی که بر فیلمسازان ما میگذشت. امسال باید این تأکید رو میکردیم که اون شرایط در خیابان ممکنه به ظاهر دیده نشه، به نوعی ممکنه یک مقدار فروکش کرده باشه، ولی اون آتش زیر خاکستر وجود داره و این آتش به زودی بیرون خواهد آمد. و همین که فرصتی بود، خب ویدیوهایی رسیده بود، تصاویری رسیده بود که نشون بدیم که ابعاد اون فاجعه در سال گذشته و سالهای گذشته چه بوده و این فاجعه الان به یک نوع دیگه ای تکرار داره میشه. در مورد مسئله سینماگرها بیشتر تاکید بر این بود که خب پارسال دوستان بسیار سینماگری در زندان بودند، امسال حالا متاسفانه هنوز عده قلیلی در زندان مستقیم به سر میبرند. یادآوری این قضیه بود که فراموش نکنیم دوستان فیلمساز ما هنوز در زندان و در بند هستند و شرایط آزار و اذیت بر سینماگران ادامه داره. اون قدمی که جلوتر رفته بودیم این بود که میخواستیم نشون بدیم که و نشون دادیم که سینمای مستقل ایران ادامه داره، سینمای مستقل ایران راه حل های جدید خودش رو پیدا کرده، داره جلو میره و شکل های جدیدی از ارائه واقعی تر جامعه ایران رو به کار گرفته و نشون میده. این واقعیت رو دیدن و خوشبختانه فیلم هایی که از ایران حضور داشتن این واقعیت رو نشون داد که فیلمساز ایرانی، فیلمساز مستقل ایرانی دیگه حاضر نیست من به هر گونه سانسور و هر گونه شرایطی بده که واقعیت های جامعه رو کتمان کنه. کانون این رو سعی کرد نشون بده و تلاش کرد که جایی قرار بگیره که بتونه به فیلمسازان مستقل ایران، مخصوصا گروه عظیمی که در طی سال گذشته به ناچار ترک وطن کردن، کمکی بتونه بکنه و شرایطی فراهم بکنه که بتونن طرح‌ها و پروژه‌های خودشون رو معرفی بکنن، بتونن مذاکره مستقیمی شاید با تهیه کنندگان اروپایی داشته باشن و راه حل‌هایی پیدا بکنن که بتونن پرچم سینمای مستقل ایران رو که به ناچار به مدتی به نظر من به خارج کشور منتقل خواهد شد نگه دارن و هم کنن و ببرن به جلو.
برنامه های کانون بود. ما یک نمایش فیلم هم داشتیم در بزرگداشت آقای مهرجویی، برای اینکه برای ما حالا در مورد فجر هم گفتی صحبت کنید، یکی از مسائل به اصطلاح سوال برانگیز این بود که چرا هیچ صحبتی از استاد و از پیشروان سینمای موج نو ایران در این مراسم به اصطلاح سینمایی نشد، که این خودش هم نشون میده که مراسم سینمایی نبود اصلا، و ما وظیفه خودمون رو میدونستیم که یادی بکنیم از آقای مهرجویی و فاجعه عظیمی که با سلاخی کردن ایشون اتفاق افتاد. در مورد جشنواره فجر بپردازیم به وضعیت سرمایه گذاری که الان توی سینمای ایران حاکمه. با توجه به این برگزاری جشنواره در سالهای اخیر، به نظر شما چه نهاد و ارگانهایی دارن الان تو سینمای ایران سرمایه گذاری میکنن؟ ببینید این مسئله جدید نیست، یعنی مسئله مربوط به فجر امسال نیستش، و فجر امسال هیچ چیز عجیب غریب و هیچ چیزی که بخواد کسی رو متعجب بکنه نداشتنی. ما حتی تو قانون هم گفتیم که اصلا امسال ارزش تحریم کردن هم نداره، یعنی قابل پیش بینی بود اتفاقی که میفته، ارزش تحریم کردن نداره. در مورد این سرمایه ها الان چندین سال، شاید بیش از یک دهه هست که این هشدارها داره داده میشه که نیروهای امنیتی وارد فضای سینمای ایران شدن. اکثر پولهایی که وارد این سینما میشه پولهایی که نهادهای امنیتی دارن میارن، حالا اطلاعات سپاه هست یا به اصطلاح نیروهای دیگه انتظامی و نظامی هستن دارن میان. امسال دیگه خودشون هم دیگه اعتراف میکردن دیگه و میگفتن که هست، و شاید 70% فیلمهایی که وارد جشنواره فجر شده بود مشخصا با سرمایه اونها بود. حتی یکی از مسئولین این جشنواره من شنیدم میگه مگه چه عیبی داره، اینها دارن پول میارن میگن کار میکنه. خب بله عیبی نداره، از دیدگاه شما عیبی نداره، ولی یه سیستم اطلاعاتی امنیتی چرا توی مسائل فرهنگی دخالت میکنه، اونم به این شکل مستقیم، حتما جای سوال بده. و اگر اون نهادها قرار این کارو بکنن، حتی در پیش بینی ساختار حکومتی خودتون، پس چرا شما وزارت ارشاد دارید، اینم میدید اونا بکنن؟ عملا هم همین شده. چرا قوه قضاییه داره، یه دین اونا هم بکنن، که عملا هم همین شد. چرا اشکال داره که سازمانی که دیدگاه، نگاه و وضعیتش اطلاعاتیه بخواد وارد مقوله فرهنگی بشه؟ به مقوله فرهنگی به مسابقه یک موضوع اطلاعاتی نگاه میکنه، با همون پنهانکاری هایی که لازمه کار اطلاعاتیه، با همون روش هایی که لازمه کار اطلاعاتیه. حتی در ایران خب به هر حال به اغراق هم میشه، همون که در خیلی کشورهای دیگه هم این اتفاق میفته و اغراق میشه در این قضیه، جای اون در عرصه فرهنگ نیستش. عمده سرمایه گذاری توسط اونا صورت گرفت و میمونه. اگر چیزی توی بخش خصوصی هست، یک بخشش که دوباره بخش خصوصی نیست و واقعا دلال های سیستم حکومتی هستن که عادت به رانت خوردن دارن، اینجا هم رانت میخورن. سینمای مبتذل بسیار، بعد اصلاح کنم، حتی سینمای مبتذل بهش نمیشه گفت، تصاویر متحرک بسیار مبتذل، سخیف، بی‌معنی، که هدفی نداره به غیر از گمراه کردن اذهان مردم و پایین آوردن تلاش در پایین آوردن و مبتذل کردن اندیشه های عمومی در جامعه، به غیر از اون چیزی نیست که مورد حمایت هم هست. یعنی با سیاست هایی که وزارت ارشاد داره، کاب و سازمان سینمایی داره، نه تنها از این مدل تولیدات فاصله نمیگیره، بلکه عملا و علنا داره از اینها استقبال میکنه. این پول ها یه پول هاییه که، و اون تصاویری که اونها ارائه میدن، شرایط جامعه رو ما میشناسیم. اگر رانتی درش حضور نداشته باشه قابل ساخت نیست، و اون رانت ها رو کسایی میگیرن معمولا که اون ارتباط رو دارن. یک بخش همونه که حالا اون بخش ظاهرا حتی وارد فجر هم نمیشه. یه چند تا تهیه کننده خصوصی از گذشته باقی موندن که سعی میکنن هنوز اون راه میانه رو برن، یک امیدی دارن که هنوز بتونن با محافظه کاری، با رضایت جلب نظر این و اون بخوان یه کاری بکنن. به اون هم دیگه عملا با اتفاقات اخیر و قطبی شدن بیشتر سینما ایران دیگه تقریبا جایگاهی ندارن و جایشون از دست میده. خب بس از نظرتون چشمانداز بخش خصوصی
چطوریه تو سینمای ایران؟ آیا اصلا سینمای مستقل با تفکر مستقل و حالا تا حدی جدا باشه از بدنه حکومت و تفکری که حکومت میخواد القا کنه، آیا اصلا شانسی داره برای ادامه؟ چطور میبینین شما؟ ببینید، از نظر اقتصادی واقعا مشکله، از نظر اقتصادی واقعا مشکله، یعنی تأمین بودجه کردن و به شکلی جلو رفتن که این بودجه، نه اینکه این سرمایه منجر به سود بشه، حداقل حفظ بشه برای که کار ادامه پیدا بکنی، کار بسیار سختی. برای همین میبینید که خیلی زیاد جمع زیادی از سینماگرها سعی میکنن که راه حل هایی پیدا بکنن و از فاند هایی که در خارج کشور داده میشه استفاده بکنن، که استفاده کردن فانتا هم کار آسونی نیست، یعنی برخلاف اینکه من شنیدم یکی از این حضرات که متخصص حرف بیمعنی زدن و بیمنطق زدنه یه جور دیگه اشاره میکنه. خب ایشون البته غرض نداره، ایشون بلد نیست کلا، و یکی از کارهایی که ما تو همین جشنواره بلدین کردیم سعی کردیم که یک سری اطلاعاتی در اختیار دوستان بذاریم، در اختیار همکاران بذاریم که چه جوری میتونن شرایطی داشته باشن، چه باید بکنن و چه جوری باید برن جلو که بتونن از این فاند استفاده کنن. چون فقط ما نیستیم، خود سینمای اروپا، سینمای مستقل اروپا در تعمیر مالی خودش دچار مشکله، سینمای خاورمیانه، حتی سینمای خاوردور پشت به این بودجه هایی داره که توی اروپا هست و میخواد از طریق اونها تعمین بکنه. فرایند پیچیده، یه فرایند مشکلی، یه فرایند طولانیه، ولی به هر حال به یک نوعی داره این سینما از این استفاده میکنه. همونطور که ببینید هم فیلم بسیار بسیار خوبه مریم مقدم و بهش صنایع ها که محبوب من، این مسیر طولانی و سخت رو تونسته طی بکنه و یک مقداری از این کانتا کمک بگیره. هم فیلم بسیار خوبه خانم فرهناز شریفی تونسته کمی از این کمک ها استفاده کنه، و فیلم دو تا دیگه از فیلم های ایرانی که حضور داشتن هم به نوعی، هم فیلم شهید هم فیلم مایدبول، یک جوری تونسته بودن از این فانت ها استفاده بکنن یا ارتباطی زودتر با پخش کننده ها بگیرن و بتونن وارد این جریان بشه. کار شدنیه، نمیگم کار نشدنیه، ولی کار بسیار سختیه. حالا یه وقت فرصتی شد راجع به این فانت ها و این شرایط و این مواردش میتونیم صحبت کنیم، هرچند خود این فانت ها هم به نظر من یک نوعی فشار بر سینمای مستقله، یعنی یک کمکی میکنه، ولی به یک نوعی خودش هم فشار زیادی به سینمای مستقل میاره.